يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار انا بالهادي لفي من يدعوك منك سار ربنا تب علينا واعف عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عام. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الهدجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقت ها وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله از ياران وياوران سرداران حضرت باشيم صلوات سرداري بفرسين اللهم صل محمد و آل محمد نه این سرداری نبود این سرداری نبود شاید شاید سربازی بود اما سرداری نبود یه سلوات سرداری بفرستید اللهم علی محمد و آل محمد و اجل فرجا این خستگی آدم رو در میاره یعنی واقعا داره که اقوام بنی اسرائیل انبیاشون بهشون یاد داده بودن هرگاه خیلی سختی شدید میشه و طاقتتون تاق میشه نسبت به بعضی از کارها و احساس عجز میکنید سلوات بفرستید تا اینکه اون عجزتون جبران بشه و به قوت تبدیل بشه حالا یه سلواتی بفرستیم که تمام عجزهامون انشاءالله تبدیل به قوت بشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه در خدمت کتاب شریف کافی بودیم و به کتاب العلم مشغول بودیم باب ثواب العالم و المتعلم روایت ششم که آخرین روایت این باب است در روایت ششم حالا روایت های قبلی نکات زیادی داشت که دیگه ازش گذشتیم و الحمدلله خودش منشاء قواعد عظیمی در باب ارتباط و توسعه وجودی انسان بود که به ما یاد میداد و به غیر از اهل بیت علیه السلام کسی قدرت نداشت به انسان بگوید که این وجود انسان سعه پیدا می کند با تعلیم به دیگران با تعلیم خودش و با تعلیم به دیگران و با یاد دادن به دیگران وجود انسان فرازمانی میشه و چون انسان ابدیت رو می و خواهان بقاست راه بقا رو به ما یاد دادن راه اینکه اگر می بودیم و مشغول به عمل می شدیم و کمال پیدا می کردیم رو به ما یاد دادن با همین این موندن پنجا شست ساله هفتاد هشتاد ساله و انشالله شما دیویستی ست ساله یاد دادن به ما لذا این طریق کم نیست این عظیمترین قواعد است که می تونه یک کسی که اشراف داره بر نظام وجود بگه اگر تو یاد دادی به کسی دیگری و او عمل کرد هرگاه تو رفتی و او نبا... تو رفتی و, و او باشد و تو نباشی هم تو داری عمل میکنی که بقای تو با اونچه که تعلیم دادی کتابی نوشتی هزار سال هم در کتابخانه ها این مدفون بود روزی کسی باز کرد بعد از هزار سال و تونست قواعد و حقایق او رو به دیگران تعلیم بده از او بهره بگیره و یاد بده بعد از هزار سال این شروع میکنه دوباره عمل تو زنده شدن و وجود تو سعه پیدا کردن این رو کی میتونه بگه؟ این رو کسی غیر از اون کسی که مطلع بر تمام حقایق وجوده غیر از اون و اگر این رو به ما نمیگفتند چقدر از دست داده بودیم؟ ممکن بود به لحاظ اشباع نفسمون تعلیم برامون گاهی مثلا به لحاظ شهرت ت... ت... تعلیم بدیم به دیگران اما این کجا اون کجا که بفهمیم که این بقاء وجود ما سعه وجود ماست, ماست، توسعه منه توسعه منه من توسعه پیدا میکنه و فرازمانی میشه و فرا میکنه. با این اشتیاق رابطه بین یک جامعه ایمانی رابطه بین جامعه مسلمان تو نظام علمی چقدر عظیم میشه چقدر عالم وظیفش سنگین میشه و اگر کسی بتواند و نکند یا انجام بدهد و غلط انجام بدهد حق و نص در اینجا قطعی است یعنی اگر کسی بتواند و نکند و دیگران استعداداشون ضایع بشه به واسطه این که این نکرده نیامده به میدان یا اینکه نه انجام داد و غلط انجام داد استعدادها رو ضایع کرد و فعلیت غلط ایجاد کرد براشون این در حقیقت حق و است که تا از موقف خسما یعنی حق و ناس در موقف خسما فقط مسائل مالی نیست بلکه مسائل در حقیقت ف... به فعلیت رساندن قوای دیگران که سعی خود من هم بود رو شامل می شود از اون طرف اون عظمت که شوق ایجاد کنه از این طرف این در حقیقت تهدید تا خوف ایجاد کنه که اگر انسان بخواد تنبلی بکنه و اقدام نکنه از جهتی یا با تمام وجود به میدان نیاد و هرچی رو بلد نیستم بگه بلدم تا شهرت پیدا بکنه این تهدید شامل حالش بشه چقدر عظیم این مکتب در رابطه با علم کدام مکتبی نظیر این در باب علم بیان داره اون در باب عقل بود که اونقدر زیبا عظیم جالب بی نظیر بیان داشت این در کتاب علمشه انصافا اگر اینها برا ما خیلی عادی نشده بود کافی بود یکی از اینا رو درست ما مطرح بکنیم در مکتب علمیمون که ما مکتب علمیمون نگاهمون به علم اینجوریه نگاهمون به تعلیم و تعلم اینجوریه اصلا بی نظیره بگرد تو مک... بگردی تو مکاتب تعلیم و تعلیم به کجای همچین نظیری در باب علم و بیان علم و تعلیم و تعلم بیان داره ابدا امکان پذیر نیست و نیست نیست نه اینکه خلاصه اینکه میگم چون کار کردم رو باب تعلیم و تعلم تو نز... نگاه اصلا این بحث معنی نداره اینجوری اصلا نگاه معنی نداره خلاصه میخوام یه قدر بدونیم حالا در روایت آخری که قرار گرفتیم میفرماید که قال علی ابو عبدالله علیه السلام حفظ ابن قیاس میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما من تعلم العلم یاد بگیره و عمل بهی به اون عمل کنه و علم لله یعنی ترتیب رو هم کاملا رعایت شده یاد بگیرد عمل بکند تعلیم بدهد پس تعلیم دادن همیشه بعد از چیه یاد گرفتن و عمل کردن دقت میکنید یاد گرفتن و عمل کردن ما فکر میکنیم اگر جایی میخوایم منبر بریم صحبت بکنیم فکر میکنیم خودم رو میگم باید یه چیزی بگیم تا حالا کسی نشنیده باشه یه حرفی بزنیم تا به حال کسی نشنیده باشه تا خلاصه بگم عجب این آقا چه چیزایی بلده اگرم نشد که چیزی نبود ببافیم استحسانات زوقیات ببافیم تا از این جلوه بکنیم در بابا این همه دین مطلب داره واقعا آدم گاهی تحیر میکنه که اگر میخواد حرف بزنه کدام یکی ای از این مطالب دین که اینقدر متقنه رو به مردم به اون چی که نیاز دارن باید گفت نه اون چی که ما میخوایم خود نمایی بکنیم لذا اگر انسان اون حرف های ساده رو که یاد گرفته و عمل کرده بیان بکنه اونها تأثیر گذاره اونها نیاز مردمه اونها باید گفته بشه البته اگر انسان تونست یه قالب زیبا هم تو بیانش پیدا بکنه اون هنر او خوبه اونو کسی نف نکرده نمیگیم بیا لخت و اوری مطلب رو صاف و ساده و همینجوری بدون تزئین بیار بیان کن نه خدا هم میخواد به ما روزی بده قضا بده ببین چقدر به رنگ های مختلف متنوع کرده رنگ ها رو به طعم های مختلف اطعمه رو به در حقیقت بوهای مختلف چقدر یه آلبالو رو ببین چقدر متنوع کرده رنگش رو حجمش رو بوش و زیبا همه چیش رو زیبا قرار داده خب میتونست یه قلمبه نتراشده نخراشده یه هم باشه که بگه بخور کوفتت کن نمیشد بگه ولی این گندمش که دیگه ساده ترین چقدر زیبا رنگش طلاییه خلاصه زیبا خوشش بعد خلاصه اون وقتی پوستش گرفته میشه اون لطافت همه چیش زیباست خدا نمیتونست یه جوری مثل سنگ خلاصه سنگ هم سر جای خود خدا سلامتی بده به آقای حسنزاده یه موقعی اون خدمتش رسیده بودیم بعد اینا شمالی ها میور رو نگه میدارن دیگه قبلا این جور بود حالا مثل حالا نبود که همیشه می این پرتغال داری بعد اووردن یه خود پلاسیده بود گذاشت بعد ورداش گفت نه این پلاسیده است یه بعد این گفت ها پلاسیده است این این که من تکرار میکنم چون درس داره برای انسان آدم باید این توجه داشته باشه بعد که اینو ورداش یه پرتغال دیگری گذاشت که ظاهرا پلاسیده نباشه یه دفعه مثل که یه شوکی به خودش وارد شد این پرتغالو ورداش نازش میکرد، بوسش میکرد، خلاصه حالا خیلی نمیشه تعبیرات از این خلاصه سریح تر و سلیست تر، همینقدر بس همینقدر با این خلاصه یک اوزخاهی، معذرت خواهی، خیلی چی که من به تو گفتم تو پلاسیده ای حالا نمیگیم سنگ زشته که یه موقعی خلاص... باشه ولی میخوام بگم میشد خدا یه چیزی که در نظر انسان لطافت نداره و خیلی عادیه مثلا به نظر ما خیلی عادیه یه بند خدایی میگفت یه شیمیدان این قذورات انسان رو زیر میکروسکوپ گذاشته بوده نگاه میکرده بعد داد میزده بیایید نگاه بکنید چقدر زیباستی چقدر زیباستی یعنی ما یه موقع به یه نگاه نگاه میکنیم اما یه موقع اون درونش که باز بشه و اون در حقیقت حقایق وجودیش با اون سلول ملکولهاش در حقیقت نگاه بشه نی زیبایی اون دیگه این دیگه ای زیبایی زیبایی نسبی یا زشتی نسبیه که ما تو نگاه اول میبینیم اونم در حقیقت تو اوجش حالا دیگه برس ببقید. لذا تو عالم چیزی چون خدا جمیل است چیزی غیر از جمال از او صادر نمیشود قطعاً این قطعیه اما به نسبت به ما بعضی ها میشه جمیل بعضی ها میشه چی؟ زشت این به نسبت ماست حالا این رو عرض میکردم چقدر در حقیقت خدا زیبا خلق کرده به ما میگه اگر میخواید بیان بکنید این میوه رو من برای روزی تو خلق کردم با این زیبایی با این در قد تزئینات تو هم کلام تو تزئین بده برای مردم بگو تا این روزی اونها برای اونها جذاب جلوه بکنه این تو تبلیغ مؤثره درستم است فعل الهی بر این سبک در حقیقت اصلا سرشته شده و خلقت بر این اساس قرار داده شده اینم که تو میخوای بیان بکنی خلق درست به کارش بگیر نه یا در حقیقت بگو حالا که اینجوریه پس کلام رو دیگه هر ببین قرآن چقدر زیبا کلماتش چقدر عالی نظمش چقدر خوب این فعله دیگه اینم روش تبلیغه حالا در این میفرماید که من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله این که تعلمه بعد عمله مرحوم علامه در المیزان جلد شیش در بحث ادب انبیا میفرماید انسان اگر چیزی رو یاد گرفت و خواست یاد بده اگر عمل بهش نکند یا نکرده باشد یا قبول نداشته باشد این ناخداگاه وقتی که به دیگری رابطه برقرار میکنه در بیان وجود این ناخداگاه بدون اینکه متوجه باشه انرژی منفی در طرف مقابل در دابطه با همین کلام ایجاد میکنه که اون اعتقادی پیدا نمیکنه یعنی تکذیب هم همراه این تعییدی که داره خیلی هم زیبا با شعر و سرود و با همه چی هم داری بیان میکنی ها اما تو دل طرف نمیشینه لذا عمل انرژی مثبت در وجود ایجاد میکند که اون بیان در حقیقت به جان دیگری بنشیند اینو اونجا بیان زیبایی دارد حالا ما اینجا نمیخوایم بهش بپرد دعیه دعیه فی ملکوت سما دعیه در اونجا از سنخ این که من شما رو میخوانم شما من رو میخوانید نیست دعیه در اونجا یعنی وجده دعیه در اونجا یعنی چی؟ در اونجا خانده میشود یعنی چی؟ یعنی اونجا دیده میشود اونجا در حقیقت اینجوری یافت میشود دعیه اونجا دیگه زبان زبان واقعه زبان زبان سر نیست ندا نیست دقت میکنید ملکوت عالم در اونجا بحث اعتبارات و الفاظ و اینها در کار نیست اونجا در حقیقت زبان زبان سر وجوده لذا میفرماید دعیه در اونجا اون هم فی ملکوت ملکوت جایی است که خدای تعالی امرش در اونجا آشکار است ملکش آشکار است مثل اینجا نیست که ملک هست برای خدا اما مخفیه ما نمیابیم یعنی ما خودمون رو مالک میبینیم دیگران رو مالک میبینیم خدا اینجا مالک است و ما نمیبینیم اما در ملکوت مالکیت و ملک... در حقیقت ملکیت خدا در اونجا آشکار است اونجایی که همه چیز صدقه واقعه وهم نیست چون اینجا وهم میشه وقتی من خودم رو مالک میبینم وهم دیگه اونجایی که همه چیز صدق است وجده در اونجا این یعنی این یه حقیقت وجودیشه وجده اونم فی ملکوت اونم ملکوت سماوات چون در حقیقت ملکوت سماوات با ملکوت ارض متفاوته هر دوی اونجا ملکوتیان اما همونجوری که سماوات بر ارض شرافت دارن و رتبه دارن ملکوت سماوات هم بر ملکوت ارض احاطه دارد چون ملکوت هم خودش یک عالمی است با ارض عریض با پهنا و طول در حقیقت گسترده دقت میکنید اونجا موجودات در طول هم دیگه هستن لذا فی ملکوت سماوات نه ملکوت ارز چون ارزم ملکوت داره دیگه و نوری ابراهیم ملکوت سماوات و یعنی هم ملکوت سما رو هم ملکوت ارز رو بهش نشون دادیم یعنی یه جامعیتی در تا... این میگه در ملکوت سماوات او رو دعیه چی؟ عظیم و دعیه یعنی وجده ملکوت یعنی جایی که خدای تبارک تعالی وضوح تام دارد آشکار است ملکیتش و مالکیتش بعد اونم سماوات که اعظم از موجودات دیگر ارزیست اون هم بین ملکوتیان سماوات دعای عظیما یعنی چی یعنی ملکوت سماوات در اون جایی که خودشون عظیم ترن نسبت به موجودات دیگه این بین اونها عظیمه وجد عظیما. این وجده قیاس در اونجا به چه معناست؟ چون اونجا که قیاس نیستش که بگیم این با اون در حقیقت قیاس بشه که یعنی این سیتره دارد بر ملکوت سماوات دعیه عظیما یعنی چی؟ یعنی ملکوت سما تابع وجود او میشه دعیه عظیما وجودیه اونجا وجود در حقیقت مؤثره نه وجود در حقیقت رابطه های این میز در کنار اون صندلی باشه که بگیم این میز عظیم تر از اون صندلی از جهت حجم عظیم بودن در اونجا یعنی طول وجودی یعنی سعه وجودی سعه وجودی یعنی در حقیقت سیتره دو فی ملکوت السماوات عظیمن یعنی مسیترا عظیمن یعنی چی مسیطرا پس این کسی که تعلم لله عمل به و علم لله این در حقیقت چی میشه چون گره خورده با خدا قطعا خلاصه در اون جایی که خدا آشکار است علم هم جز و در حقیقت مخلوقات الهی است و اون خلق الهی به واسطه علم الهی در حقیقت محقق میشه مبدعیت خلق علمه درسته مبدعیت خلق علمه دیگه این در اونجایی که متخلق شده به علم قطعا در حقیقت چی هستش مسیطر بر نظام مخلوقاتی است که حتی تو ملکوت عالم هستن این حدیث خیلی حدیث عظیم اینا همه کده اینا همه کی میتونه اینا کی میتونه این حرفو بزنه که بگی اون در اونجا عظیم است غیر از این باد باشه ای کسی که دیده باشه یعنی این عظمت رو داره میبینه و مییابه ملکوت سماوات پیششه علم رو میداند این حقیقت براش رؤیت شده و مکشوفه داره برای ما بیان میکنه با زبان لفظ نازل کرده اون حقایق وجودیه رو با این الفاظ اگر ما اینها رو اینجوری نگاه بکنیم روایات رو کافی آدم یه روایت رو بخونه سرگیجه بگیره از شدت اینکه این, که این چه دور تونه صورت بده به اون معانی عظیم و کفایت بکنه بر اینکه انسان رو مشغول به خودش بکنه و راه انسان رو باز بکنه مونتا ما حالا با مفاهیم کار داریم میخونیم تعداد روایات و میریم چلو در باب صفت, ال... صفت باب و صفت العلماء روایت اول ان معاویت ابن وحب رحمت الله علیه قال سمعت ابا عب عبدالله علیه السلام یقول اطلب العلم و معه معهو بالحلم والوقار علم رو طلب کنید و متزین کنید خودتون رو با علم متزین کنید با علم به علم این که حلم و نه اینکه حلم و وقار رو هم بعد از علم کسب کنید یعنی چی تزین معه بالحلم و یعنی چی <applause> یعنی این وقتی که بیاد اونا میاد علم که بیاد حلم و وقار میاد علم که بیاد حلم و وقار میاد لذا حتی فرد عالم در تمام این حلم و وقار بعضیش مسائل باطنی حلم مبدعیت باطن داره وقار مبدعیت اما ظهورم پیدا کرده یعنی کسی که به علم متحقق میشه حقیقت علم تو رفتار ظاهری اون هم کاملا تأثیر گذاره آدمی که عالمه اگر در حقیقت حلیم نبود علمش خدشه داره یعنی اگر کسی در مقابلش حتی کی کرد اینم مثل یه جاهل همون کاری کرد که جاهل میکرد اگر یه جاهل بود به من اونم تازه دوتا هم دیگه بیشتر از اون بذاره چون میگه من شخصیتم بالاتر از اون جاهله به من حلیمه بردباره اونم در حقیقت ان علمن اونم در لذا در حقیقت حالا دو تا بیان از رفتار معصومین خدمتون ارز خواهم تزینو معهول معهو بالحلم ولوقار خفت تو رفتارش نیست یعنی رفتارش وزینه این در حقیقت تیش و سبکی و خفت نداره لذا ضد حلم در اون جنود عقل و جل صفحه نادانی سفاحته یعنی کاری که از روی عقل نشأت نمیگیره سفاحت صفی و ضد وقار چی هستش؟ خفته یعنی کسی که سبکسره یعنی کاراش یه جوریست که اون زدش در حقیقت چی بود این اینم زدش این بود که آدم از تو رفتار ظاهریش سنگینی و وزانت ندارد منتها گاهی آدم به تحمیل خودش رو وق... وق... به با وقار نشون میده اما امان از اون که یه جایی یه خورده یه چالشی براش بیش بیاد لذا داره در روایت اگر میخواید یه کسی رو برای رفاقت انتخاب کنید سه بار عصبانیتش رو ببینید نمیگه عصبانیش بکنید آه. میگه سه بار عصبانیتش رو ببینید اگر دیدید تو حالت عصبانیت هم تعادل داشت اینو برای رفاقت انتخاب بکنید چون گاهی عصبانیت انسان رو از اون تمرکزی که داشت خودش رو حفظ بکنه و قار ظاهریش رو درست نگه داره خودش رو خوب نشون بده اونجا چی میشه؟ این گرفته میشه ازش خودش رو آشکار میکنه یا میگه باهاش مسافرت برید که تو مسافرت این در حقیقت همیشه نمیتونه خودش رو توی حالت نگه داره قضا کم میشه زیاد میشه یه موقع یه موقع سختی میشه راحت میشه مشکلات پیش میاد ماشین پنچر میشه نمیدونم این سخت میشه هوا گرم میشه سرد میشه مقصود هاست یه دفعه میبینی میرزه بیرون تو یه مشکل یهو میرزه بیرون اگر دیدید با کسی مسافرت رفتید تو تمام لحظات حفظ خودش رو تونسته بود این نشون میده ملکه وجودیشه این وقار چقدر زیبا اینا رو بیان میکنه اینا روایات همه خیلی هم زیبا برای دوست پیدا کردن برای ما گفتن بعد میفرماید که و والوقار متزین کنید خودتون رو با علم که علم دنبالش خوابیدن عالم با خوابیدن غیر عالم متفاوته قلط زدن تو خواب عالم با غیر عالم متفاوت میشه این وقار تو ظهور در حقیقت تمام مراتب این میرسه و خودش رو در حقیقت چکار میکنه وارد میکنه حتی تو خوابی که دیگه این قافله این میبینید که در حقیقت چی هستش اون علم کار خودش رو داره میکنه نوع خواب این نوع در حقیقت خوابیدن این با یه خوابیدن جاهل متفاوته اینها خلاصه تو حالت خوابیدن تو تحرکاتی که تو خواب داره حرکت حالا دیگه در دا حقیقت نگید یه یعنی موقع یه کسی حالا دیدید بعد خوابیده بگید معلومه این جاهلا ممکن درد داشته باشه اینو نسبت به خودمون بگیریم نه نسبت به دیگران اگه دیدیم یکی تو خواب حالا چرخ میزنه قلط میزنه دستش این ورون ور اونور میشه خلاصه نگیم این معلومه پس آدم جاهلیه دیگه یه بنده خدایی میگفتش که مرید کسی شده بود خیلی شدید بعد این ولش نمیکرد شبان روز بیچاره رو رها نمیکرد دیگه از اون مریدای های چسب بود خلاصه هیچی این بند خدا بالاخره خب احتیاج به راه می احتیاج به جای تخلیه پیدا کرده بود اینم پشت در وایستده بود خب رفته بود یه صدایی هم از این خارج شد و اومد نیست بعد مدتی در حقیقت این طرف رو دیدش خلاصه گفت چی شد کجا رفتی گفت هیچی خلاصه من دیگه از شما منصرف شدم و اینا مثلا به لحاظ اون چیز، گفت بابا مگه تو نمیدونی من بعد از اون جریان توبه کردم <applause> یعنی خلاصه این کسی که با اینجور خلاصه مرید میشه و میبره دوباره ممکنه با همین هم چی بشه مریدم بشه اینجوریه دیگه من توبه کردم از اون خلاصه اینم خلاصه اینجوریه با ما معمولا این رو که میکنن به خودمون بگیریم نه بزنیم به دیگران که اگر یه موقعی یه کسی میگفت من دیدم یه طلبه وایساده دم تلافروشی فروشی خلاصه وایساده داره با یه دقتی سیاحت میکنه گفتم ببین عجب طلبه اونم طلا فروشی مثلا آخه چرا گو مدتی نگذشت دخترم وقت زن گرفتنش شده بود مجبور شده بودم داشتم میرفتم یه چیزی بخرم برای خلاصه بعد تا اونجا وایسا داشتن که یادم افتاد گفتم ببین اون بیچاره از روی تفریح و تف... تفریج نبوده که اومده اینجا وایسا ده می‌خواسته در حل. این مجبور گاهی آدم نباد به دیگران به نگاه بکنه گاهی حتی ممکنه کسی یه چیزی داشته مزدر شده اومده بفروشه اومده یه جایی بفروشه آدم بگه عجب اینم اومده طلا فروشی حالا تو این موقعیتی که طلا اینقدر از این حرفا نسبت به دیگه سوء زن نداشته تزینوا معه بالحلم والبقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم نسبت به اون کسانی که تعلیم بهشون میدید علم رو تواضع داشته باشید نسبت به شاگردان متواضع بودن نسبت به شاگردان و همچنین تواضع اول من طلب تو منه العلم از اون کسی که یاد میگیری هر کدومش یه نوع تواضعه حالا بعد یه روایت بعدی رو هم که تو صفحه بعده میخونیم بعد ولا تکونو علما جبارین این تواضع خیلی حرف عجیبیه اگر کسی مرحوم آخوند یه تعبیر زیبایی داره میگه وقتی یه دانه میخواد شکافته بشه رشد بکنه باید چی بشه؟ باید اون ظاهرش پوستش گندیده بشه یا نه؟ ظاهرش باید خلاصه اون پوستهی که خود این رو قبلا سبب حفظش بود وقتی میخواد دانه جوانه بزنه باید او گندیده بشه و جدا بشه ازش این پوست انداختنی که اون چیزی که سبب زینت این بود قبلا الان چی شده؟ ازش جدا شده تا رشد محقق بشه میفرماید تک... ت... توازو شکست شدن صورت قبل صورت با سین شکسته شدن صورت قبل اون قالب قبله اگر قالب قبلی رو انسان ازش شکسته بشه او تا شکسته نشه رشد بعدی محقق نمیشه نطفه اگر میخواد بشه در حقیقت حرکت بکنه باید اون حالت نطفه بودن شکسته بشه تا بشه در حقیقت نبات بتونه رشد بکنه و نباتی که در وجود ما داره رشد میکنه از جهت اینکه علقه و مزقه و اینا داره میشه باید شکسته لذا صورت های قبلی باید شکسته بشه تا در حقیقت چی بشه مرتبه بعدی بهش متحلی بشه انسان این شکستن یعنی اون عادت ها اون چیزهایی که در وجود انسان شکل گرفته لذا به ما گفتن که اگر میخواد یه حقیقتی تو وجودتون تثبیت بشه باید اگر متواضعم هستید از قبل متواضع تر بشید یعنی شکسته بشه اون قالب قبلی تا رشد ایجاد بشه تا اون قالب قبلی شکسته نشه رشد محقق نمیشه حالا ببینید این روایت آخرش میفرمایند بلا تکونو علما جبارین علما جبار نباشید که اینها چی هستن اینها حاضر نیستن اون تواضع رو که شکسته شدنه داشته باشند اون شکستگی در وجود اینها نیست فیذهب باطلکم به حقکم اون جباریت شما باطل شماست حق رو که علمه از بین میبره میبره این یعنی این باقی نمیگذاره این روایت باشه حالا توضیح داره بازم دیگه حالا حتی به توضیح به این روایت روایت شیشم رو ببینید در روایت شیشم و به حاضر اسناد که احمد ابن محمد احمد ابن عبدالله از همون روا... اسناد قبلی است ان محمد ابن خالد که به صلاح احمد ابن محمد البرقی بود اونجا اینجا ان محمد ابن الخالد ان محمد ابن سنان رفعه قال قال ایس ابن مریم این روایت رو من خیلی دوست دارم یعنی از اون روایتی است که ما طلبه ها باید هر روز بخونیم یعنی واقعا مثل اون حدیث عنوان بسری که عنوان بسری آدم باید مرتب داشته باشه جا داره که این چند تا از این روات اینجوری رو مرتب داشته باشیم میفرماید که قال ایس مریم یا معشر الحواریین لی علیکم حاجه حواریون کیا بودن یه روز یک دو روز قبل براتون یه قدی تو حواریون گفتم که اینها نحن و انصار الله اونجا بودش یادتون میاد همین بحث بود نه یا المیزان بود گفتم حواریون حواری از در حقیقت کسی میاد که سفیدکننده است یعنی معناش در حقیقت سفید اینها یه جریانی داره اینو مختصر کوچولو بگم خدمتتون که اینا با عیسی علیه السلام حرکت میکردن قضاشون آماده میشد خلاصه مرتب تو بیابونها سیر داشتن سفر داشتن عیسی اینا رو کنار خودش قرار داده بود تا مانند همانند سازی بکنه از خودش تا بعد اون جریانه که قبلا صحبت کردیم پخش کنه اینها رو که عیسی مختلف باشند در جاهای مختلف تا مردم با نگاه و ارتباط نزدیک با عیسی ها در چی بشن عیسوی بشن با این بیانی که قبلا داشتیم که از آیه قرآنم این رو در آوردیم که آیه سوره آل فلما فلم اینا همراه ایسا بودن قضاشون هم آسمانی نازل میشد هر وقت وقت قضا میشد می آمد خلاصه می رفتن. رو آب حرکت می کردن هیچی هم مانعشون نبود عرض در حقی... سبک شده بودن از س... س... سقل زمین و آسمانی شده بودن همراه عیسی علیه السلام یه روزی خب این حالتی که آدم وقتی که می بینه بقیه رو نگاه میکنه، خودش رو نگاه میکنه. نه خب خیلی تفاوت داره با بقیه. به عیسی علیه السلام عرض کردن: یا ایسا افضل از ما هم هست که رزقمون رو خدا میرساند. مانعی در عالم، مانع برای ما نیست. افضل از ما هم هست. یعنی احساس میکردن، یکونه یه چیزی باشه اینا ندارن. اینم از خوبیشون بوده ها، میخواستن نکنه یه چیزی باشه ما نداریم، بهتر از اینا حواسمون نباشه. عیسی علیه السلام فرمود: بله. گو چیه که افضل از شما کسی است که با کد یمینش روزی میخوره یعنی برای روزیش خودش زحمت میکشه خلاصه با, با کد یمینش روزی میخوره اما توجهش از خدا کم نمیشه نه اینکه خود روزیش خدا میده اینم خلاصه مشغوله به عبادت خدا جز فریسین فر میشه یا حواری این میشه یا در حقیقت که راهب میشه راهبه میشه که اینها این, این افضله از اونجا اینا تصمیم گرفتن اومدن یه شغلی انتخاب کنن بعد دیدن چه شغلی نزدیکتره به اون تر... کار تربیتی که اینا میخوان داشته باشن اومدن قصار شدن قصارها کیا بودن کسانی که لباس های چرک مردم رو میشستن الان میگن لباس شوی داریم اینا لباس شو بودن اون زمان لباس شوها یه شغل بود اینها شدن لباس شور به طوری که می لباسهای لباس های کثیف مردم رو میشستن تا تمیز بشه که این فعل که خودش تو نظام روحی هم چی هستش میخوان قضارات وجودی رو از مردم دور کنن تا تاهر بشن تهارت ایجاد بکنن همین رو تو شغل در حقیقت ظاهریشون هم رعایت نلی می... لذا حواری یعنی کسی که سفید کننده است به این عنوان بعضی میگن حواری رو حواری گذاشتن به لحاظ شغلشون دقت میکنید البته یکی از اصطلاحات ولی روایت ناظره به اون است که شغلشون رو بعد از اون جریانی که عیسی علیه السلام فرمود اینجوری انتخاب کردن حالا تو اینجا میفرماید که یا معشر الحواریین لی الایکم حاجه من به شما ihtiyaj دارم تقاضایی از شما دارم چقدر تواضع نسبت به شاگرد تقاضا دارم از شما لی علیکم حاجه تقاضایی دارم از شما اونها میگن که چی قالو قضیت حاجتو که یا روح الله شما و حاجت از ما به قول ما حالا جون بخوا سر بخوا کار چی حاجت چی بفرم هر چی که باشه قضیت حاجتو که یا هر چی باشه رواست حتما انجا چون میدونستن مثل ما نیستن که اگه یکی بگه کاری دارم ببینه میتونیم اگه تونستیم چشم چون میدون اون کسی که داره میخواد حکیمه قطعا چیزی که در توان این نیست ازش نمیخواد گذاف و گتر و اینها که نمیخواد که لذا قضیت حاجتو که یا روح الله فقام فقسل اقدامه هم پاهای اینها رو شروع کرد به شستن عرض کردم اون زمانها پاها تو خاک را میرفتن دم پاییم هم که داشتن چون همه جا خاکی بود بالاخره پا آلوده میشد خسته میشد راه هم طولانی بود راه رفتن هم زیاد بود شستن پای سنت بود که هر کسی وارد خانه می شد برای مهمانی اون خادم خانه یا اون بالاخره فرد کوچک خانه چیکار میکرد یکی از کاراش این بودش که مهمان رو پذیرایی بکنه با اینکه پاهای او رو بشوره و او رو در حقیقت از خستگی راه و قذارت راه در حقیقت چیکار بکنه جدا بکنه و این یک کاری بود که معمولا کار خدمتکارای خانه بود یا کوچکهای خانه بوده اما اینجا عیسی معلم نبی الهی شروع کرد شستن پاهای اینها اینان قول داده بودند که هرچی بخوای رواسته که نشستن به قول ما خیس از عرق یکی یکی تا تمام شد فقالو وقتی تمام شد اونها گفتن کنا نه نحنو احق به هازا یا روح الله این کار به این انجامش ما سزاوارتر بودیم فقال ان احق الناس بالخدمه العالم حق ناس به خدمت نه کوچکتر نه خدمتکار کی هستش عالمه خیلی حرف سخت و سنگینیه به دیگران خدمت کردن عالم سزا و... چون میدونه عالم که این خدمتی که داره به این میکنه چقدر عظیمه یعنی عالم نمیگه عالم گفتن براش باشه بقیه خدمت میگه چون رفداره که علم رو تو وجود مردم میکاره نه گفتار من یه جایی میرفتیم تبلیغ خلاصه یادم نمیره شاید دو سه سال اونجا رفته بودم تبلیغ بعد یه دفعه یکی از دانشجوها که چند سال بود فارغ التحصیل شده بود دیدم خلاصه خیلی خیلی نکته جالبی بود برام گفت خلاص یادتونه ما خ... مثلا میمدیم اتاقتون چقدر اینجور اونجور گفتم آره یادم منم از یادم الحمدلله نمیره چهره حالا اسم رو یادم ولی چهره همیشه یادم هست گفتم آره یادم فا گفت یادتونه که خلاصه حالا ما دو سه سال با اینا حرف زده بودیم گفت یادتونه هر موقع میخواستیم از اتاق بیام بیرون کفشای ما رو جفت مگه مقید زود میرفید دم در اول کفش ما این خاطره شما تو ذهن ما مونده دیدم از این همه حرف که ما یه چیزی یادش یه کار بوده یه کار یادش مونده ولی همین کار رابطهش رو حفظ کرده محبتش رو محفوظ داشته دقت اون روایتی که خوندیم که این رابطه ها رو باید حفظ بکنیم اینا مهمه ببین عیسی علیه السلام داره به ما امر میکنه امر الهی احق الناس بالخدمت العالم انما تو من این کارو کردم با شما ها کذا اول میگه ان حق الناس بالخدمه العالم یعنی هر کسی وظیفه اش هستن کاری هم نداره که دیگری خوشش بیاد خوشش نیاد دیگری بعدا هدایت بشه نشه حق و ناد عالم از حیث عالم بودنش موظفه به این کار این کارشه وظیفهشه این از جهت لازم بودنش از جهت متعدی بودنش میگه من این کار رو با شما کردم لکیما تتوازه او بعدی فی ناسکتوازو ای لکم تا یاد بگیرید همینطوری که من با شما کردم با مردم همینجور باشید شما عالمید میخواید ایسا باشید در بین مردم همین گونه باشید با مردم اینم یه نمونه است نه فقط بریم پاشونو بشوریم که اسماعیلی اشهدو ان لا اله الا الله بگیم نه میگه اینجوری از این سنخای کاری که تا این حد ساده و خیلی به نظر میاد که از شعن عالم بودن چی هستش خارج باشه تا این حد کرده که نشون بده که از این سن هر کاری که امکان پذیره ثم قال عیسی علیه السلام حالا بعد از این که یه رفتار این ببینید تبلیغ اینه یه رفتار عملی با اینها کرد بعد از این نتیجه میگیره یه نکته معرفتی را میگه چی میفرماید که ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تؤمر الحکمه لا تکبر با که حکمت عمران پیدا میکنه و آباد میشه و محقق میشه و کذال کف سهله تو ذر لا فی الجبل تو زمینه نرمه زمین نرم تو زمینه بیرونی زمینه نرم تو وجوده تو زمینه نرمه که گیاه میروید یعنی چی یعنی تو زمینه نرم در حقیقت گیاه میروید نه تو کوه نه تو سنگ درسته تو زمینه نرم که شاگرد در حقیقت رشد میکند نه تو زمینه سخت و تجبر و جباریت که تو اون آیه قدره باید فرمود که ولا تکون علما اون جبارین جبار نباشید اهل در حقیق. اینجور نباشید که نگاهتون به دیگران تحقیرآمیز باشه بخواید همیشه بهتون احترام بشه نه این خیلی سخته ها یه نگاه معرفتی رو قاعده رو چکار میکنه یه قاعده ایک. کلی کلان رو از چی در میاره؟ از یک فعل مرحوم علامه میفرماید در المیزان که روش تبلیغ قرآن اینگونه است که یک حقیقت مستاقی رو بیان میکنه بعد یک نکته معرفتی رو از او استنتاج میکند یعنی اگر ما میخوایم مبلغ باشیم تبلیغ بکنیم رابطمون رو تبلیغی قرار بدیم اینجوری نیستش که بیایم مفاهیم رو سر منبر فقط توضیح بدیم توضیح دادن مفاهیم بدون اینکه تو صحنه عمل با دیگران ارتباط داشته باشی عملا نشون بدی فایده نداره از این گوش میاد از اون گوش هم میره بلکه باید تو صحنه عمل نشون بدی به اون بعد از او استنتاج کنی این روش در حقیقت تعلیمی قرآنه روش تعلیمی روایات ماست که تو صحنه عمل اول بیا یه فعل نشون بده بعد استنتاج کن یه قاعده رو اما اگر از اول میگفت فسهل یان بوتو زر لا فل جبر ما هم یاد می گرفتیم. اما تا اون نبود این تو وجود ما تأثیر گذار نمی شد این روش تأثیره اینا قاعده توش در میاد یعنی اینجور نیستش که فقط یه موعظه باشه موعظه هم هست اما قاعده های در حقیقت چیه الهی است که انبیا به کار گرفتن من خیلی طول دادم حالا از اینجا به بعدش که وقت کم شده چون ما معمولا اول روایت های اولی که میخونیم با طول و تفصیل میخونیم بعد یه دفعه گازش رو میگیریم خلاصه اون چند تا روایت آخر رو به هوایی که بحثم بالاخره به نتیجه برسه تندی میخونیم جا. میترسم جان اون اونجایی است که داره تنبلی میکنه تا در حقیقت اراده نداره در کار میگه اون گاهی لازمه بر بعضی از شاگردان تا چیکار بکنن تا تازیانم بزنی تا او رو به شوق علم بیاری اونی که دیگه با رفتار و با هیچ یعنی در تنبلی میکنه او جای دیگهش یعنی خوف و رجا با هم دیگه است اون که معلوم در روایت بعدی میفرماید که فی ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله انما یخش الله یخش الله یا یخش الله من عباده العلماء میگه بستگی داره مقام ثبوت یا مقام اثبات انما یخش الله من عباده العلماء او خدا میترسه از عبادت علما ها اگه یخش الله بخونیم یعنی چی یعنی خدا خشیت دارد از عباد علماش میترسه که حالا اینا چه بر سرش بخوان بیارن نه انما یخش الله می ترسند خدا را من عبادهی از عبادش علما یعنی از بین عباد علما هستند که خشیت خدا را دارند درسته چرا در آیه دیگری میفرماید که در آیه شریفه میفرماید که اگر آیه رو که نوشتم پیدا بکنم میفرماید که ان بله انما تنذر الذين يخشون ربهم و واقاموا الصلاه اونهایی که خشیت دارند انذارم توشون اثر میگذاره علما خشیت دارند انذارم تو عالم اثر میگذاره یعنی این جان آماده آماده است چون میفهمه حقایق هستی و وجود چی هستش خشیت تو وجودش جا میگیره و از خدای تبارک که اون حقیقت حاکم و مالک و ملک هستی در اختیارشه این در وجودش خشیت ایجاد میشه ایشالله توضیح بیشترش وقت تعلیلم شده ان الله عزیز قفور مرحوم علامه میفرماد هرگاه آیه ای به مزیل شد به زیل اسما الهی اون اسما علت برای اون حکمه یعنی الان عزیز قفور علت برای چی هستش انما یخش الله من عباده العلماء که عزیز قفور بودن خدا منشأ خشیت در قچی هستش عالمینه که او رو عزیز میبینن یعنی قاهر یعنی مقابل ندارد عزت فقط مخصوص اوست غیر از این عزتی رو که برای او میبینن منشأ خشیتشونه و قفور که جبران میکند نقص هاشون رو قفور است میامرزد نقص های اونها رو این دو جهت که یه جهتش یک اسم جمالی و جهت دیگرش اسم جلالیه بین یدی الجمال و الجلال این در حقیقت چیه؟ خشیت او بین این دو اسم عزیز و قفور در حقیقت به رشد او منجر میشه بعد میفرماید که یعنی بالعلماء اینم تعبیر خیلی زیباست من صدق فعله و قوله کسی که قولش با فعلش چی هستش علما یعنی این پس اگر ما تعبیر میکنیم به عالم یعنی عالم کسی که قول و فعلش با هم یکی است روایت داره در زمان ظهور مؤمنین بگونه ای هستند که اگر وجودشون و زندگیشون رو بذارن تو طبق بیارن تو ملعه عام باکیشون نیست در اونجا دیگه چون قولشون با فعلشون یکیه کدوم از ما الان حاضریم روایت داره قول اونو بذارن اقوالمون و افعالمون رو بذارن تو طبق بیارن جلو مردم بچرخونن یا بذارن رو اینترنت فیلم زندگیمون رو بذارن رو اینترنت کدوم حاضریم؟ خیلی تفاوت میکنیم درسته قول و با فعلمون یکی نیست لذا صدیق یعنی کسی که قولش با فعلش یکیه لذا خدای تبارک قول و فعل خدا قولش فعلش اول صدیق خداست و بعد از او انبیا صدیقن صدیق یعنی هیچ در حقیقت هیچ اختلافی بین قول و فعلش نیست و من لم یصدق فعله قوله فلیسه با البته این تشکیکیه یعنی این بحث صدق قوله و فعله با چیه تشکیکیه دیگه یعنی انسان باید تو این مسیر حرکت بکنه حالا اگر نداره تو این مسیر را بیفته هر مقداری به این بیاری عالم به این جور صدق میکنه ما میخواستیم حالا تونتون بخونیم دیگه میگه وقتم تمام شد وقت تونتون خوندن هم نداری و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آه. الله.